فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده‌ای، زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمیدانی؟ یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و با آنچه دیدیم شهادت میدهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می‌آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت می‌دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می‌روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی‌تواند چیزی جز آنچه خدا به او می‌بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است.
او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده از شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.